امروز در بخش از کابل آمدیم. قبلن به این پل پیسگی را دیده بودی که چی حالت داشت؟ والا قبلن بسیار تکه و پاک شد. بود من 30 سال میشه که دینمی را مسیر را مست میان. عمرم 48 تا 30 سال میشه که مدینمی پل می اتروز شده که خودم افتیدم. دینم پل فکر من نبود در چورت غرق بنیم گرم بگم. سرچشمه بلبلان ای باغ وطنم، ای ها به هوای باستان جان وطنم، یک بار باد بیاید ببرد در وطنم، دلپاره کنم یاد غریبی نکنم، زنده باد افغانستانم، امریکا می نمیز برای ما، ژاپن می نمیز، والا بلا نرفتیم، خدا یکیز نرفتیم. رحمان رحیم، به نام خدا، سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام او خواهران و برادران و کودکانی که همیشه وقت برنامه ما را تعقیب میکنند و گزارشات ما را بیننده هستند و ما را حمایت میکنند. خدمت او خانواده هایی که خود را از ما فکر کردند و ما را از خود فکر کردند. بینده های عزیز، با یکی از گزارش های دیگه از دریچه افغان فنس و میله با من شعیب کاوش خوش آمده. امیدوارستم که گزارش امروز ما مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. بینده های عزیز، امروز در بخش از کابل آمدیم که همین اکنون که من در اینجا استاده هستم، این پل یک پیسگی است و این منطقه به نام منطقه مرادخانی و باغ علی مردان مشهور است. معمولا هموطنان ما صبحانه وقت میآیند، به این مسیر کار میکنند و هر کاری که مصروف هستند، اگر بخش میوه هست، اگر هر چیزی که هموطنان ما معمولا میآیند اینجا فروش میداشته باشند و بازار کارشان هم صبح وقت هست. بینده های عزیز، قبلا این پل برای شما معلوم بود که زیاد خراب بود و حال خوشبختانه که پل ترمیم کردن، هموطنهای ما به شکل بسیار خوب و عالی‌تر از این پل رفت و آمد میکنن. تا آخر گزارش امشب ما که البته امروز ما ثبت میکنیم، شب به دشت نشر میسپاریم، بیننده باشین، دریچه افغان فنس و میله را سابسکرایب کنین، لایک بکنین، کامنت بگذارین تا ما برنامه ها و گزارشات متفاوتی را خدمت شما بینده های عزیز تقدیم بکنیم. صبح بخیر. شما بخیر. خوب هستین؟ تشکر زنده باد. تشکر. نام مبارک شما چی است؟ شفیع الله جان. چقدر وقت میشه که شما در جاده پل یک بایستگی کار میکنین؟ چی مفروشین؟ اوه؟ شکر. اوه نیشکر.
نخست از همه اجازه بدین تا توفیه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را که به عنوان السلام علیکم و رحمت الله و برکات است و تمام کافه ملت رنجیده افغانستان تقدیم کنم. تشکر. چقدر وقت میشه که شما در جاده پل یک بیسگی کار میکنید؟ مدت 10 سال میشه ما اونجا هستیم. مدت 10 سال؟ بله آن اونجا هستیم. خانه بازه کجا هست؟ خانه هم در خلای زمان خان هست. در خلای زمان خان میشه. قبلا این پل ساخت و ساز نشده بود؟ بله آن. زیادتر هموطنهای ما شکایت میداشتن. همیشه وقت ما را در کومنت میگفتن که از اینجا ما باید یک گزارش داشته باشیم. بله آن پل تقریبا یک 2 ماه میشه که سر از این کار جریان داشت و آبار شد. انشاءالله که می آباد شد و وطن ما مقبول باشه، هر جاش ما خوش میشیم، کل ملت خوش میشه. حالا آرام آسوده، همین دو طرفش خراب بود دیگه. در امارت که آمد دیگه خدا به اقید دیگه اون توفیق بدهشان یک کمک کار میکنه این پلا جور کنن بالا برای ما. قبلا چی گونه بود؟ قبلا خب یکی که همین دو طرف ازی خراب بود، بعد کراچی ها میرفت و تا و بالا باز همین طرف رو بند کردن که کراچی ها رفت آمد نمیدن، تنها فقط پیاده رو باشه. این مردم پیاده قبلا بسیار خراب بود والا، کتارایش از مردم های پودری یا بودن برده بودن کل شب واسه نمیگه. ما مردم از محل عریضه کردیم بلا افرا بیادر، یک ماه بعد موفق شدیم که بیادر همین بودیجی از این رو بگیریم. خود این مردم محل همی جرا جور کردیم با همکاری شاروالی. با همکاری شاروالی پولش مردم جمعواری کردن؟ نه، پولش دولت داره، ما بودیجش دولت داد. باز بعد از اون بعد شاروانه خودش اقدام کرد کل کار از اینا جور کرد. حال معتادین خود دای زیر پل خونه ایستن؟ انشاءالله که بعد معتادین خود زیر پل درک نداره. خداوند توفیق بدهشان، خداوند کل همی جوانا را از این کار بیخی خلاص کنه. بیخی بده. خداوند دور داشته باشه. سلامت زنده باشه. تشکر. از ساعت چند بجه صبح نه سر کار خودت؟ ما از ساعت 4 بجه میخیزم نماز که میخوام وضو میکنم، فقط 5 بجه یار هستم. مشتری زیاد دارم تا 5 بجه. یعنی مشتری ها کلش استاد است برای چی؟ کار شما دیگه می گل صبح است. گل صبح است، گل صبح می مشتری ما خیلی زیاد هست. ها. روزی نیشکر کجا است؟ نیشکر خود جلال آباد می از کام است. از جلال آباد می بله، از جلال آباد. آب و هوای کابل کاملا گرم است. بله. معمولا هموطنان ما چیزای یخ استفاده می کنند. بله، دیگه حال هوا گرم است که یخ استفاده می کنند. چیزای یخ استفاده می کنند. یک گلاس برای ما پرتو که می رو بخوریم که مزه‌دار است نیست؟ واقعا که سرد است و میتونین که از میوه استفاده بکنین، از آب یخ استفاده بکنین که هوای کابل گرم است. پیامتان چی است برای هموطنان ما؟ پیام محترم کافی ملت افغانستان همی هستند که اول خود محیط زیست پاکاری از این هر فرد افغانستان باید کوشش کنه که یک چیز را به جای نندازه. ما که صبح که میام این منطقه را کلش را جارو میکنم، سترگی خوب کنم، وطن ما آباد باشه. این پیام به خیر 100% برای مردم دارم که همی یک چه هم ازم جیب خود یک چیز دارم که میکشه قلند یک جای پرده که جایش باشه کسافت دانی باشه دیگه. یعنی این پیام ما به خیر به خاطر که همی وطن ما آباد باشه. تشکر. آزنده باشه. سلامت باشی. خیر باشه. خیلی باشه. کاکا ماندن باشی. چطور هستی؟ همی جناب خدا و نه شکر میخوری؟ بالا چکنی مادم خود دائم اینم اینجا ما خودم همی تکلیف گرده داشتم، گردای ما را فضل خدا از برکت خداوند و اینمی او نیشکر فضل خدا بهتر شدم دیگه. از من روزانه از من وظیفه دولتی دارم دیم بخش دیمی وزارت دفاع وظیفه من دیم پاکاریش دیگه. اینمی که میایم روزانه یک روز با دو روز با دیگام گلاس او نیشکر میخوریم دیگه. آزیری تا میتیه میجه؟ اینمی که میتیم مقصد دیگه اگه یک مماز به تدومانه بازم توکل به خدا بشن. خداوند یگانه آرزوی ما اینمیست از مردم فرد فرد افغانستان که خداوند اتفاق اتحاد نصیب ما بگردان. الله پاک یک آرامی به خیر در ملک و وطن ما بیاره که یکانه آرزوی شخصا از خود ما مینمید که مثل که برادرم پیشتر صحبت کرد که یکانه که در بین یک اتفاق باشیم و وایمی نظافت خود مراحت مراحت کنیم. باز برادرهای ما مراحت نمی کنه نظافت ها. در زره سوار می باشه یک آشغالی رو میگره گرم میپر. نه، یک وظیفه شاروالی نیست. حتی ما خودم با بارا بارا پوست که لفتی را بمیدیش ما گرفتیم یک امور در جای آشغالدانی انداختیم.
دیگه خداوند آرزوی ما اینی است که آرامی و خیر بیای و یا گردانی و آرامی که می برادرای ما که در ملکای خارج مثال با چی بدبختی زندگی میکنن. دیگه مورد ملک وطن خود که مو کار و مو زحمت بکشنی بهتر است. این از ما این یک بیادرم 30 سال میشه که در ایران است، یکی 40 سال میشه که در ایران است، مگم یک نان شانتر نان نشده و امی خاک شورانی وطن خود انسان بهتر است. خانه باز در کجا است؟ روته سنگی کوچه قلای وای. قبلا به پل پیسگی را دیده بودی که چی حالت داشت؟ والا قبلا بسیار تکاو پارچه بود. من این 30 سال میشه که دینمی را مسیرم هست میاین. عمرم هم 48 است. 30 سال میشه که من دینمی پل اتروز شده که خودم افتیدیم. خودم افتیدیم دینم پل. فکر من نبود در چرت غرق بودیم گرم بقایان افتیدیم. که مگم حالا فضل خدا نگاه بسیار خوب جور کنن. هر کسی که زحمت کشیده خداوند کرده خوبی کنه و خداوند دین دنیای شهر را عظیم نصیب بکنه. تشکر، سلامت باشید. قربانتان شما. بخیر باشید. تشکر، سلامت باشید. بخیر باشید. خب ماندن باشی برادر، چی چرت میزدی؟ خوب است سن، بخیر است سیاحت شما خوب است. تشکر، سلامت باشید. چی چرت رفته بودی؟ در چرت هیچ چیز نیستیم، در چرت آرامی و ارزانی هستیم دیگه، در چرت هیچ چیز نیستیم. خب نان چند شده؟ نان 450 گرم است. نان کلان ازبکی ما مردم افغانستان است، سمت شمال. نانی از 450 گرام 4 روز بونه خراب نمیشه. خب وزنش بلند است، کیفیتش بالا است، سبوسی بر معده است. خب بر معده است. کسایی که کسایی تکلیف معده و شکر دارن معده درد هستن نه؟ از این نان یا خانگی پزیستن. محمدی صاحب اندخویی بیشتر از 20 سال نان فروش و مگریان 3 و 4 در خدمت مردم افغانستان هستم. در هر شرایط برف باران و از حکومت امارت اسلامی هم خوش هستیم که آرامی است، یک کم ارزانی هم شوه، ما دیگه مشکل نداریم الحمدلله. خودت در سایه مکرویان دیدیم، همسایه ما هستی. ما تقریبا قربان مردم کل کابل افغانستان شوم. 20 سال از مکرویان هستم الحمدلله. خیلی زجرم از مخالفین کسب خدمت دیدیم. خب این کسب رقابت داره؟ بسیار رقابت های قوی داره، هم مزاحمت ها بسیار بر ما کردن، کراچی ما را بردن و دشنام دادن. ما تحمل کردیم و مردم پشت ما است. مردم دوست دارن مردم مگریان، قربانی مردم مگریان، کلش ما را میشناسن. خرد کلان شدیم پیششان و کلشان ما را میشناسن. خوب مردم هستن، دوست ما هم دارن، به هر شرایط هم در پشت ما استاد بودن. واقعت واقعت میگه خوب کار خوب کنی مردم دوستت می داشته باشه. شادگی آموز اگر تشنه ای فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. نیز جرم سرکشی ها بوریا گردد. در این دنیای چاروزه چرا مغرور می گردی؟ سلیمان گر شوی آخر نصیب مور می گردی. هیچ وقت مغرور نباش، مغروری خوب نیست. مغرور نمی زیبه؟ نمی زیبه، نه نه. آکیت. خودت چی می کنی در جاده؟ پل یک بایسگی. اینجا نانبایی های ما مردم هستن، ما مردم برای مردم خدمتگار هستیم. میرم مکرویان بخیر. خب قدم زده میری به طرف مکرویان؟ تا چهار بجه در خدمت مردم مکرویان و مردم کابل و افغانستان عزیز ما هستم. تشکر، الله برکت بتیتان در کار بارتان. یک شعر مانده برتن. بگو شعرت. سرچشمه بلبلان ای باغ وطنم، ای ها به هوای باستان جان وطنم. یک بار بار بیاید ببرد در وطنم، دل پاره کنم یاد غریبی نکنم. زنده باد افغانستانم. امریکا می نمیز برای ما، ژاپن می نمیز. والا بلا نرفتیم، خدا یکیز نرفتیم. روز یک شنبه 4 بجه روز چک پاینا سقوط کرد. تیارا مردم های اسپندی رفتن، گدایگرا نرفتم، نمیرم هم. این شعرهای دقیق خوشم آمد که میگم گفته برو که ما بشنم هم وطنا هم ببینن. ما دیگه در خدمت مردم هستم، هیچ وقت بدر جانی مردم هم ما پس نمندازم. هر شرایط هر حکومت هم که من تحمل دارم، دردشم، غمشم، رنجشم، منتشم. آخر نه آخر جور میشه، هیچ امکان نداره. در قرآن پاک نشته است انسان اصلاح پذیر است. ایت نیست که انسان اصلاح پذیر نباشه. خب شما به شعر شاعری هم خیلی قلم پر رنگ داره. من 17 سال بود به تدبیر مسابقات فدراسیون پرورش اندام افغانستان بودیم، در خدمت ورزشکاران بودیم. سلام به کل 34 ولایت افغانستان، خصوصا به ورزشکارا و به مردمم تقدیم میکنم. عضو تدبیر مسابقات بودیم، مدیر خدمات فدراسیون پرورش اندام چند مدت زمان بودیم، تحت نظر رئیس صاحب باور اوتک.
فعلا ما اون المپیک هستن، بسیار وقت از نرفتیم، رئیس ماست، برادر ماست، خوب آدم است. دیگه ما از ورزشگاه‌های ما خوش هستم، علاوه بر خدا خودم هم وقت نمیرقم. خوش و خندار باشین و در لبتان خنده و شادی و خوشی را ببینیم. قربانتان، تشکر از دستندرکارای تلویزیون شما کرد، تلویزیون که هستین، قربانتان. بخیر باشین. سلام باشین. تشکر. پناهتان زنده باشین. بخیر باشین. مندر باشی برادر. زنده باشی. چطور هستی؟ الحمدلله. صحت خوب است؟ زنده باشی. بخیر هستی؟ تشکر. نامتان چیست؟ نامم دمانم قاری محمد رسول، شبکه حقیار ده. چی میکنی خودت در جاده پل یک پیسگی؟ نو دلتا رسمی کارمندیم، تیر دل ما چه دستاس اون صاحبان مول ده دی ورور سرا، نو دیر خوشحال شون دم دی پاساس ما نظم را تاوشون کس تاسو لاره اینو میربانی وکی جه. تشکر. قبلا این پل یک پیسگی خیلی خراب بود، هموطنهای ما شکایت داشتن، رفت آمد میکدن، زیادتر مفت پایین به دریا مفتاد. حال چی گونه است؟ حالی پل تنظیم شده، ساخت ساز شده، سهولت زیاد کلان شده برای هموطنهای ما نه؟ الحمدلله دیر خسته دغه کم تیم چې دلته راغلی و دغه پول جوړ که، له دې څخه ډیر خوشحاله یو. الله دې دوی ته اجرونه ورکړي او تاسو ته دې هم الله تعالی اجرونه درکړي چې راغللی او د دغه د پول دپاره له خلکو سره مصاحبه کوی او دغه غږ تاسې نورو وطنوالو دپاره رسوئ تر څو پورې زموږ هغه حقیقت دنیاوالو ته معلوم شي چې ګورئ موږ په وطن کې هم الحمدلله داسې نه ده چې کار والا څوک نه لرو، الحمدلله امنیت ته او دغه د ټول که زموږ قلموالو ورونه دي او که نور خلک دي هغه ټول لاس په کار دي او د مشترکه کوشش کوي چې دا وطن آباد کړي. ما همی ساخت و ساز و وطن به تصویر میکشانیم برای دنیا که ببینن که در افغانستان رو به ترقی از رو به پیشرفت است. الحمدلله بالکل. هو او زما هغه هیوادوالو تم دا یو پیغام زلرمه چې ګورئ تاسې د منفي تبلیغاتو باندې مه غولیږئ، الحمدلله وطن کې امنیت ده، څه مشکل نشته، ده دغه د ټول هیوادوان ملاس به کار دي. یوه خبره ده صرف چې بیکاری ده هغه هم الحمدلله حل کیږي، نو هیوادوال دې په دې باره کې تشویش نه کوي. تشکر. سلامت باشین. پیامتان چی است برای بیننده های ما؟ پیام زما دا ده چې زموږ ګران هیوادوال دی په یو متحد شي، اتفاق دی وکړي، قوم پرستی، سوم پرستی، زبان پرستی دی ایسته کی، دا وطن د ټولو ګډ کور ده، مشترکه کور ده او دغه وطن د پاره د ټول احمد محمود هر یو چې وي مټې در وغواړي او وطن دی په ګډه آباد کی. د ګران هیواد د لا آبادۍ په هیله زما هم د هغه وخت پوره ده، نو ستاسو په اجازه زم الله مو حفاظت وکړه، ژوندي اوسې. السلام علیکم. بسیار زیات تشکر. ژوندي اوسې. السلام علیکم. بخیر باشین. خب بینده های عزیز و هموطنان دوست داشتنی، سپاسگزار هستم که شما گزارش ما را از دریچه افغان فنس و میله بیننده هستین از جاده پل یک پیسگی و مرادخانی. قبلا هم از این منطقه به شما گزارش داشتیم از باغ علی مردان. از این مسیر معمولا هموطنهای ما کار و بارشان گل و صبح است و اینجا کار میکنند. شما ما را حمایت بکنین، دریچه افغان فنس را و میله را سبسکرایب کنین، لایک بکنین، کومنت بگذارین تا ما برنامه ها و گزارشات متفاوتی را خدمت شما بینده های عزیز تقدیم بکنیم. این بود گزارشی که از این جاده در خدمت شما بینده های عزیز تقدیم کردم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و خرم باشین. به حمایت تک تک شما هموطنان عزیز ضرورت داریم تا ما جالبترین و بهترین گزارشات از دریچه افغان فنس و میله در خدمت شما بینده های عزیز تقدیم کنیم. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و خرم باشین.